جهان دانش، نوآوری در آموزش با همکاری وایز، طرحی ابتکاری از بنیاد قطر. بنابر نظرسنجی مؤسسه خدمات آموزشی پیرسون، کاربرد رسانه‌های اجتماعی در آموزش رو به افزایش است. اگرچه که ملاحظاتی در این مورد وجود دارد، ببینیم عملکرد این رسانه‌ها در کلاس درس چگونه است. آیا اجازه می دهید کودک پیش دبستانی شما غرق در توییتر شود؟ نه؟ اگر کمکی به خواندن و نوشتن او کرد چطور؟ باز هم قانع نخواهید شد؟ نگاهی به این گزارش از فرانسه بیاندازید و ببینید نظرتان را تغییر خواهد داد یا خیر. در این کلاس کودکستان دفترچه و قلم کاربردی ندارد، زیرا محبوب بچه‌ها لهرایان است. از ماه سپتامبر گذشته نیز معلم توییتر را به آنها معرفی کرد که هم وسیله آموزش است و هم تفریح. من بازی و خوندن و نوشتن یاد میگیرم. معلم جدا از مسئله اشتیاق به فناوری‌های جدید، توییتر را به خاطر جذابیت آموزشیش به کلاس آورد. شبکه‌های اجتماعی را وارد بخشی از فعالیت‌های روزانه به ویژه در زمینه خواندن و نوشتن کرد و به آموزش برقراری ارتباط پرداخت. برای بچه ها جالب است، زیرا می دانند که آنچه می نویسند خوانده می شود و یا مانند امروز می توانند جواب بگیرند، حتی واکنش نوشته های قبلیشان را دریافت کنند. این اولین هدف بود و دومین هدف شناخت الفباست. بچه ها برای ساختن جمله و تبدیل ایده هایشان به الفبا به هم کمک می کنند و البته چشم ناظر معلم و تایید او هم همیشه هست. توییت کردن هدفی است که انگیزه آنهاست. با این وجود نوشتن با دست کنار گذاشته نمی شود. در کلاس های ابتدایی غیر معمول نیست که دانش آموزی تلاش کند تا بتواند از طریق توییتر بخواند و انگیزه ای نیز برای نوشتن بیابد. از نظر معلم ایجاد انگیزه اولین ارزش توییتر در کلاس درس است. در اروپا این نوآوری ابتدا برای خواندن و نوشتن مورد استفاده قرار گرفت و پس از 4 سال تجربه استفاده از مزایای دیگر آن معمول شد. آنچه درباره آن مطمئن هستم و خودم و والدین کودکان دیدیم این است که بچه ها برای آموزش خود مسئولیت میپذیرند و آن را درونی میکنند. دانش آموزان نزد من میآیند و میگویند آقا، من در خانه یک حساب کاربری توییتر درست کردم و با آن پیام میفرستم. قبلا وقتی به آنها مشق خانه میدادم برایشان سخت بود، اما حالا برای نوشتن کلمات تمرین میکنند و بارها و بارها مینویسند و به کدهای کامپیوتری وارد شدند. و بچه ها به زودی پاداش کارشان را دریافت می کنند. دوست دارم وقتی دیگران روی توییتر جواب می دن. برای پدر مادرم هم چیزی می نویسم و مطمئنم که اونها هم جواب می دن. در آغاز هر سال تحصیلی معلم یک جلسه توجیهی برگزار می کند و پدران و مادران بعد از بیمیلی اولیه کودکان موفق به همراه کردن آنها می شود. کامپیوتر به بچه ها انگیزه زیادی میده. میبینم که دیمیتری اون رو دوست داره و میخواد تایپ کردن رو یاد بگیره. این به بچه ها کمک میکنه. معلم همچنین برای آموزش وب به دانش آموزان و هشدار در مورد خطرهای اینترنت به یک تمرین عملی روی توییتر میپردازد. برقراری ارتباط با دانش آموزان در دیگر کشورهای جهان نیز می تواند بسیار آموزنده باشد، به ویژه برای آموزش زبان خارجی. یک مدرسه در کره جنوبی را ببینیم که چگونه با کلاس های درس در کشورهای مختلف ارتباط برقرار می کند. چت کردن آنلاین در مدرسه مجاز است و این کودکان به همت رسانه‌های اجتماعی در برقراری تماس با دیگر کلاس‌ها شرکت می کنند. آنها یک بار در هفته با دانش آموزان مدرسه های مختلف جهان درباره برنامه روزانه خود صحبت می کنند. در این روز با دانش آموزان تایوانی تماس گرفتند. استفاده از این فناوری برای آموزش زبان خارجی مفید است. این یه درس نیست، یه بازیه. واقعا مثل یه کار تفریحی می مونه. It's a game. Activity. Fun activity. Yes. دانش آموزان این دبستان که در نزدیکی سئول واقع است در یک طرح بریتانیایی شرکت می کنند
و ارتباط دانش آموزان سراسر جهان وصل می شود. بعضی از دانش آموزان تصور نمی کردند بتوانند با مدرسه های تایوان تماس بگیرند. در این کلاس فناوری می تواند دانش آموزان را به آموزش زبان انگلیسی تشویق کند. هر کلاس یک صفحه فیسبوک برای تبادل تصویر نیز دارد که با نظارت کامل از آن استفاده می شود. دانش آموزان من نمی توانند از فیسبوک استفاده کنند زیرا برای سن زیر 13 سال مجاز نیست. من کارهایشان را آپلود می کنم ولی آنها فقط تصویرهایشان را می بینند. در درس زبان انگلیسی دانش آموزان کره‌ای اجازه استفاده از فرهنگ لغت را ندارند. اما اینجا می توانند از تلفن همراه خود برای یافتن ترجمه مطلوب جمله ها و آمادگی برای صحبت هنگام تماس با دیگر کلاس ها استفاده کنند. اغلب پدران و مادران کره‌ای به آموزش زبان انگلیسی به کودکانشان علاقه دارند و می‌خواهند آنها به این زبان مسلط شوند. به علاوه بچه‌ها از امکان برقراری ارتباط با دانش آموزان در سراسر جهان از طریق اسکایپ و اینترنت نیز برخوردارند. ما در پی گسترش برنامه‌ها و دسترسی بیشتر دانش آموزان به فناوری‌ها برای پیشرفتشان در زبان انگلیسی هستیم. در سئول بیش از 70 مدرسه در ارتباط بین کلاس‌ها شرکت می‌کنند و کشورهای بیشتری در سراسر جهان خواهان ارتباط از این طریق برای آموختن زبانهای دیگر هستند. یکی از طرفداران رسانه‌های اجتماعی می‌گوید دانش آموزان از این رسانه‌ها استفاده می‌کنند. ببینیم آنها کجا هستند. به سراغ یک معلم در آمریکا می‌رویم که از رسانه‌های اجتماعی برای سرگرمی‌های ادبی استفاده می‌کند. سابرینا و سوزان دانش آموزان دبیرستان روی یک حماسه قدیمی انگلیسی به نام بئوولف کار می‌کنند. وظیفه آنها این است که یک خط در این باره آماده و روی اپلیکیشن واین که یک رسانه اجتماعی ثبت کنند. شگفت انگیزه. دوستش دارم، خیلی کامله. آنها بلافاصله ویدیویی که تهیه کردند را به معلم ادبیاتشان جودی مورگنسون می‌فرستند تا قبل از آنلاین کردنش مورد ارزیابی او قرار گیرد. من کار با رسانه اجتماعی واین را دوست دارم چون مسئله را زمینی و فهم آن را بهتر می‌کند. این واقعا یک رابطه تعاملی است و به این شکل خیلی بهتر یاد می‌گیرید تا اینکه بنشینید و از روی کتاب بخوانید. هر دانش آموزی در کلاس برداشت خود از این افسانه کلاسیک را ضبط می کند. کلاس فقط برای دیدن عکس های این اثر ادبی بزرگ نیست، بلکه دانش آموزان تمام حماسه بئوولف و آثار دیگر را نیز می خوانند. البته رسانه های اجتماعی جای کتاب خواندن را نمی گیرد و به گفته خودشان در یادگیری از همدیگر کمک می کند. دیدن کار دیگران عالی بود. قبلا چنین تصوری نداشتم و حالا حس بیشتری دارم. اینکه به جای کار خود نحوه به تصویر کشیدن دیگران را هم ببینیم. خلق تصاویر از طریق اپلیکیشن واین به دانش آموزان انرژی بیشتری می‌دهد. تقریبا هر فردی نوعی از طنز را به کار می‌گیرد، اما در حماسه بئوولف طنز چندان جایی ندارد. زبان بئوولف برای فهمیدن واقعا مشکل است، اما به کمک واین میتوان آن را ساده تر کرد. جودی مورگنسون به عنوان معلم طرح استفاده از رسانه واین را یک سال قبل آغاز کرد. او میگوید این اپلیکیشن به او اجازه میدهد بداند که دانش آموزان مواد درسی را تا چه اندازه درک میکنند، همچنین آثار بزرگ ادبی را به عنوان یک سرگرمی مطالعه کنند. نوجوانان دبیرستانی زیاد به دنبال بازی نیستند و حماسه بئوولف نیز چندان دست به دست نمی شود، اما آنها از رسانه های اجتماعی لذت می برند و واین هم یکی از آنهایی است که بیشتر با آن کار می کنند. اگر بتوانم بازی را با آموزش توام کنم عالی است. مورگنسون از طریق رسانه‌های اجتماعی پدران و مادران را در جریان کارهای کودکانشان قرار می‌دهد. توییتر، اینستاگرام و دیگر اپلیکیشن‌ها به این امر کمک می‌کنند. این بود برنامه این هفته. نظرات و ایده‌های خود را در این مورد از طریق رسانه‌های اجتماعی با ما مطرح کنید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
Goodbye. جهان دانش در همکاری با وایز طرحی از بنیاد قطر.